در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با یکی از مهندسین پیشین پروژه اینترنت ملی در ایران که به دلایل امنیتی او رو با نام مستعار آندره خطاب خواهیم کرد. آقای آندره، گفته میشه که تنها 5% در ایران به اینترنت دسترسی دارن. اون 5% کیه؟ ببینید، توی پروژه ملی دو تا سناریویی که مطرح شد، این که ما بتونیم اینترنت خارج و داخل رو از هم دیگه جدا بکنیم. الان این حدود این 5% کسایی هستن که نودهای وی پی ان های مخصوص و توکن های مخصوصی دارن که به وسیله اون وی پی ان ها و توکن ها به نودهایی که تعریف شده و اونها فقط به خارج از کشور دسترسی دارن وصل میشن و میتونن از اینترنت خارجی استفاده، به قول معروف اینترنت خارجی وصل میشن. به خاطر همین این پروژه رو پیاده سازی کردم و تمام خب خیلی زمان برد تا کل اطلاعات به داخل کشور، یعنی به تمام شرکت ها و قربان ها و بانک ها گفته شد که باید اطلاعاتشون رو به داخل کشور منتقل بکنن که هر زمانی خواستن بتونن اینترنت رو به قول معروف اینترنت تحت کنترلشون باشه و اینترنت رو قطع کنن. الان این 5% ارگان های خب بالا نظامی ها هستن و ارگان هایی که دسترسی و اشخاصی که دسترسی های خاص به اون توکن و وی پی ان براشون تعریف شده اونها هست. الان با این اوصاف در داخل آیا کسب و کارها فرضاً مثل تاکسی های اینترنتی میتونن کار بکنن؟ ببینیم، دقیقاً میتونن به قول معروف کارشون رو ادامه بدن، چون که به تمامشون گفته شده بود که باید اطلاعات و سروراشون داخل ایران بیاد. خب اگر حالا یه سری شرکت های خصوصی اینا هستن یا حالا اون شرکتی اطلاعاتی یا سروری خارج از ایران داشته باشه و بخواد از اون استفاده بکنه، تنها راهش اینه که اون VPN براش تعریف شده باشه و امکان چیز نداره. ولی در داخل ایران میتونن استفاده بکنن به خاطر اینکه اینترنت اون داخلی هنوز برقرار هست، اون سرویس پیاشون میتونن سرویس پیاشون انجام. آقای آندره، این قطعی اینترنت بین‌المللی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ یعنی سیستمی که شما طراحی کردید آیا مدت زمانی داره؟ اساساً بخش‌هایی هستند از دولت یا وزارتخونه‌ها که نیاز داشته باشن به اینترنت بین‌المللی وصلن یا اینکه میتونن ادامه بدن کارشون رو روی اینترنت ملی؟ ببینید، برای تمام ارگان‌ها و جاهایی که و اشخاصی که مورد نیاز دارن به اینترنت خارجی، توکن ها و وی پی ان ها براشون تعریف شده. حالا اون موقعی که من باشون حالا اون ایران بودم، ما حدود سناریویی که داشتیم حدود 1 ماه بود که میتونستیم تا 1 ماه قطعی کامل اینترنت رو داشته باشیم، ولی بیشتر از اون ادامه این کار خیلی سخت میشد. خب به خاطر اینکه خب خیلی از کسب و کارهایی که شخصی هستن و خصوصی هستن به مشکل برمیخوردن و این بستری که ایجاد شده بود به خاطر اینکه سرویس قوی نبود نمیتونستیم همه رو پوشش بدیم. به خاطر همین مجبور بودیم که مثال میام همین حدود مثلا 4-5% ما نگه داریم، ولی کل کشور مثال میگیم حدود مثلا 60% ما نیاز داریم به پهنای بانک و شما به خاطر اون سیستم هایی که ما داشتیم و تجهیزاتمون تکمیل نبود یا جوابگوی کار ما نبود، ما مجبور بودیم اینو تقلید بدیم و فقط مثلا اشخاص خاص یا ارگانی خاص رو فقط بتونیم اونا رو وصل بکنیم. توی سناریوی ما فقط حدود 1 ماه پیش بینی بود. آقای آندره، حتی با تماسی که با ایران اگر کسی موفق باشه انجام بده، صدا درش به نوعی بر میگرده، اکو میشه، اون نشانه چیه؟ ببینید، خب یه سری خب ضعفایی هست که توی وایپ ها اینا وجود داره، ولی اصل مطلب اگر شما وقتی داری صحبت میکنید با کسی و یک برنامه اون سیستم و سخت افزار خیلی قوی نیست، ما حالا مثلا با برنامه نویسی حالا مثال میگیم مثلا با استفاده از ترن ها و این کارهایی که اونجا انجام میدیم میتونیم یه مقدار اون ضعف سخت افزار رو کاهش بدیم، ولی چون سخت افزار قوی نیست وقتی تماس ها زیاد میشه
توی یه سیکل قرار میگیره که حدود مثلا ما پیش بینی اونجا تست داره انجام میدادیم حدود 30 ثانیه، شما وقتی داری صحبت میکنی برگشت صدای خوده، یعنی صحبتی که حدود 30 ثانیه قبل چند ثانیه قبل شما داشتین از دوباره به خود شما برمیگرده، به خاطر اون سیستم دتکشن وایسی هست که اونجا قرار گرفته و نمیتونه پردازش انجام بده و اون اطلاعات دوباره برمیگرده به سورس اصلی. الان هیچ راهی برای در واقع وصل شدن به اینترنت جهانی نیست برای کسانی که در ایرانه؟ نه، هیچ راهی وجود نداره، گفتم به شما، به خاطر اینکه نودهایی که تعریف شده، همین که رمزنگاری‌های فوق‌العاده قوی دارن. چجوری دقیقاً تونل میزنن و موفق میشن؟ اون عده خیلی محدودی که موفق میشن. خب ببینید، همین اگر کسایی باشن که بتونن، کسایی مطمئنن کسایی هستن که اطلاعاتی مثل من دارن، یعنی اون وی پی ان رو میدونن کجاست، اون نود رو میدونن کجاست، یا برای خودشون مثلا وی پی ان تعریف کردن یا توکنی دارن یا اطلاعات رو به بیرون درز دادن، مثلا وی پی ان رو به کسایی دیگه دادن، در اختیار کسایی دیگه قرار گرفته، اکثرا این افراد هستن. وگرنه در غیر این صورت کسی به همین راحتی نمیتونه وارد بشه، چون فایروال فوق‌العاده قوی داره توی ایران و حالا اسم نمیتونم ببرم، حالا اسم فایروال هست که دارم توی ایران استفاده میکنم. آقای آندره، در نهایت به عنوان کسی که در پروژه اینترنت ملی دست داشته و الان شاهد این حوادثه، میشنویم که بیش از 100 نفر در ایران کشته شدند و به هیچ شکلی خبرهای این خارج نمیشه، چه احساسی دارین از این که در پروژه نقش داشتین که الان به این شکل علیه معترضان در ایران داره ازش استفاده میشه؟ راستش خیلی ناراحت هستم. یعنی مصاحبه شما رو با جناب اگه اشتباه نکنم کابه وقتی شنیدم و خب خیلی ناراحت شدم. ببینید، اصل کار ما این بر این اساس بود که ما بتونیم امنیت کشور رو برقرار بکنیم، نه اینکه بخوایم از دستاوردمون برای کشتن مردم هم استفاده بشه. خب این خیلی آدم ناراحت میکنه. آیا فکر میکنید که سایر همکاران پیشین شما هم همینطور فکر میکنن؟ مسلما بدونید همینطور فکر میکنن، چون هر کسی که تو اون پروژه داره همکاری میکنه مسلما میخواد از اون کشور خارج بشه و بیاد بیرون و بخواد، یعنی مطمئن باشیم اگر به خاطر حالا اون اختزار کاری که ما داریم انجام دادیم و اینا وجود نداشت، خیلی ها دوست نداشتن حتی توی ایران بمونن. نمطمئن باشید، خیلی ناراحت هستن. ما این پروژه رو تعریف کردیم برای حفاظت از ریساختای کشور، نه این برای استفاده از کشور من. ممنونم از شما. خواهش میکنم.